اغلب از افراد، از شرایط، از وضعیت‌ها انتقاد می‌کنیم و میگیم اینا عاملین برای عقب موندن من، برای رکود من، برای که آرزوهای من تحقق پیدا نکنه. و بعضی وقتا میشینیم و آرزو میکنیم ای کاش من جای فلانی بودم، ای کاش من در شرایط دیگران بودم، ای کاش من اروپا بودم. بعد میاد اروپا، بعد از مدتی میگه ای کاش ایران بودم، ای کاش امریکا بودم. و همیشه دنبال یک وضعیت دیگه ایم و همیشه انگار منتظریم دنیا عوض بشه، مردم عوض بشن، شرایط عوض بشه. یه داستانی میگن شخصی که به خدا ایمان نداشت وارد جنگلی شد و دید اتفاقا جنگل خیلی زیباست و با خودش داشت صحبت میکرد که خب دنیا که نمیتونه آفریننده داشته باشه، همه چیز طبیعت بوده، خودش به وجود اومده. و در اینجا اتفاقا یه خرسی را دید که داره تو جنگل میاد به طرفش و خدا گفت میخوای حالا قلبتو بسپاری، تبدیل بشی، تغییر پیدا کنی؟ گفت در این سن و سال من خیلی بعیده که دیگه من بیام ایمان بیارم، تو یه کاری بکن این آقا خرسه مسیحی بشه، چون انجیل از محبت صحبت میکنه و وقتی که ایمان بیاره احتمالاً دست از سر من بر میداره. خدا گفت به نفعت نیست، تو باید تغییر پیدا کنی، تو باید ایمان بیاری. گفت نه نه، همین خرسه ایمان بیاره بس درست خواهد شد. خب خدا هم کاری کرد، خرسه ایمان آورد. خرسم خیلی آروم از اون خشم آروم اومد و با احترام اومد رو سرش ایستاد و طبق معمولی که مسیحیان دعا میکنن دستاشو بلند کرد و گفت ای پدر، برای این غذا شکرت میکنم، و با احترام نوش جانش کرد. چیزی که اینجا پیغام کلام خدا به من و شما میگه اینه که کافی نیست و به درد نمیخوره که فقط خرس مشکلات شما عوض بشه، خرس مکان و موقعیت شما عوض بشه. تا شما تغییر نکنید، تا من تغییر نکنم، هیچ چیزی نمیتونه زندگی ما رو عوض کنه. تا یک ماهی حیات دوباره پیدا نکنه، حرکت جریان آب شاید او را جابجا بکنه، ولی هیچ چیزی در زندگی او عوض نشده. امروز بایستیم و حیات را و تغییر را از خودمون شروع کنیم، زندگی را از درون شروع کنیم. اگر شما خلقت تازه رو پیدا کنید، اگر شما از درون نگاهتون متفاوت بشه، اون وقت دنیا در نگاه شما، به وسعت دید شما، به بهشت تبدیل میشه و اون بهشت را امروز تجربه میکنید، چون درون شما تبدیل شده. شما شخص کلیدی هستید، شما شخص مهمی هستید برای تغییر خودتون، و این تغییر رو امروز بهتره تجربه کنید تا فردا. مملکت عوض بشه، افراد عوض بشن، دوستان عوض بشن، اصلا موقعیت مالیتون عوض بشه، درآمدتون عوض بشه. اگر شما عوض نشید و نوع خرج کردنتون از اون ولخرجی عوض نشه، مطمئن باشید که درآمد زیاد تأثیر زیادی تو زندگی من و شما نخواهد گذاشت. اگر خانومی هستید خیلی ضعیف عمل میکنید، ضعیف فکر میکنید، ضعیف برخورد میکنید، بد گمانید، همیشه بد حسید، همیشه سوء زن دارید، شما شوهرتون هم عوض بشه، شما شرایطتون هم عوض بشه، چیزی عوض نمیشه. اگر آقایی هستید داره کینه هستید، داره نفرت هستید، داره نگاه منفی هستید، همسر شما هم عوض بشه، مملکت شما هم عوض بشه، چیزی عوض نمیشه. کلید اینه، تو و من باید تغییر پیدا کنیم، ما باید تبدیل بشیم. فیض خدا با شما باشد. آمین.